کمتر از یک هفته به دومی مناظره تلویزیونی دونالد ترامپ از حزب جمهوری خواه و هیلاری کلینتون از حزب دموکرات آمریکا باقی مانده. این دو نامزد امروز هم به فعالیت تبلیغاتیشان ادامه میدهند. قرار است وزیر خارجه پیشین آمریکا در ایالت اوهایو و میلیاردر نیویورکی در ایالت کلرادو به تبلیغاتشان ادامه دهند. جو بایدن، معاون رئیس جمهوری آمریکا امروز در ایالت فلوریدا به نفع خانم کلینتون سخنرانی می کند. حدود پنج هفته به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مانده و نظرسنجی های کشوری این دو رقیب را در فاصله بسیار کم از یکدیگر نشان میدهند. فرهاد پولادی گزارش می دهند مسئله عدم پرداخت دو دهه مالیات بر درآمد آقای ترامپ میلیاردر همچنان در سطح خبر هاست. فرماندار ایالت نیوجرسی کریس کریستی که از حامیان و مشاورین نزدیک آقای ترامپ است میگوید اقدام نامزد جمهوری خواه ناشی از نبوغ وی است هیچ کی مثل اون در بهره گرفتن قانونی از قانون مالیات ها نبوغ نشان نداده روزنامه نیویورک تایمز که حمایت خود را از نامزدی خانم کلینتون اعلام داشته است روز شنبه در مقاله ای از اسناد مالیاتی آقای ترامپ مربوط به سال 1995 را منتشر کرده که بر پایه آن نامزد جمهوری در اظهارنامه آن سال به خاطر از دست دادن حدود یک میلیارد دلار از درآمد مربوط به سه قمارخانه یک شرکت هواپیمایی هتل پلازا نیویورک و با محمل قانونی اعلام ورشکستگی مکرر تا 18 سال کرده است یعنی تا سه سال پیش توانسته مالیات بر درآمد خود را پرداخت نکند آقای ترامپ که در این دوره از انتخابات پاسخهای خود را عمدتا با بهرهگیری از شبکه اجتماعی توییتر داده است با اعزام به اینکه مطلب روزنامه نیویورک تایمز صحت دارد نوشت که فقط او میتواند با راهیابی به کاخ سفید این مسئله را حل کند ولی در عین حال طی این مدت هزاران شغل در کشور ایجاد کرده است خانم کلینتون که نیز بارها در کارزار انتخاباتی خود و حتی در مناظره تلویزیونی مسئله روشنگری درباره پرداخت مالیات بر درآمد آقای ترامپ را مطرح کرده بود در حساب توییتری خود با تنه نوشت که مشارکت مالی رقیبش در کمک به نیروهای مسلح و دانشگاه حتی از مهاجرین غیرقانونی هم که وی قصد اخراج آنها را دارد کمتر است از طرفی پنج روزنامه محلی که همواره از نامزد حزب جمهوری خواه دفاع می کردن، اعلام کردند که نه تنها از آقای ترامپ حمایت نمی کنن، بلکه از خانم کلینتون و حتی از آقای جانسون نامزد حزب لیبرتاریان حمایت خواهند کرد مثلا روزنامه سینسیناتی انکوارر و دالاس مورنینگ نیوز که حدود یک قرن از انتشارشان میگذرد اعلام کردند که آقای ترامپ برای کشور خطری آشکار است بر پای دو نظرسنجی کشوری که به تازگی منتشر شده در حالی که آقای ترامپ در نظرسنجی روزنامه لس آنجلس تایمز با 47 درصد محبوبیت اول است اما در نظرسنجی شبکه خبری فاکس نیوز خانم کلینتون با 49 درصد در قرار دارد فرهاد پولادی صدا آمریکا